این تبعیض برقرار. منتها برگردم به بحث اصلی، یک ذهنیت حاکمی هستش که در جهان شموله، در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای شرقی یا جهان سومی یا به طور کلی اون سو که بیشتر در حقیقت گرایش های اسلامی دارن یا زیر چتر ادیان اسلامی قوانین اسلامی هستن، این شاخص‌تر هستش، نظر شاخص‌تر میاد. اما من تصورم بر این نیستش که این معیارها زایده اسلامه یا زایده ادیانه. تحقیقات نشون میده، تحقیقات تاریخی نشون میده که این معیارهای مرد سالار یا اقتدار جنسی یا کنترل مردانه بر مناسبات جنسیتی چیز دیرینه قبل از ادیانه. یعنی وقتی برید به تحقیق بکنید، قبل از پیدایش حتی کشاورزی و در حقیقت به وجود آمدن یا ظهور دین بوده که پشت سنگر دین استحکام پیدا کرده. یعنی یه چیزایی رو که در حقیقت آداب و رسوم و سنت بوده، اینها پشت سنگر دین بهش مفاهیم الهی دادن. وقتی شما مفاهیم الهی بهش میدید، در ریشه های در لایه های ژرف هیئت روانی شما چنان رسوبات سرسختی پیدا میکنه که ماندگار هستش و تغییراتش هم بسیار دشوار. یعنی چیزی هستش که با تغییرات اجتماعی یا قوانین حقوقی و نمیدونم قوانین کشوری یک روزه از بین نخواهد رفت. کارزار همسویه همه جانبه میطلبه که در حقیقت در مسیر درست این رو باش چالش کرد و تغییر پذیر خواهد بود، ولی زمان میطلبه. در رابطه با زنان اشاره کردید خشونت پذیر. ببینید، خشونت به طور کلی در یک حلقه معیوب یا دور تسلسل باطل میفته. من تجاوز دیده وقتی که در حقیقت به یک موقعیتی میرسم که میتونم اعمال قدرت بکنم، تجاوزگر میشه، چون هیئت روانی من آنگونه الگو برداری کرده که مسئله اقتدار و قدرت رو در من آنچنان درونی کرده که ستم رو میپذیرم و ستمگر میشم. این بحث خیلی گسترده ای که در یک زمانی، یعنی شوهر در واقع به زن ستم میکنه، مادر به دختر. همینجور ادامه بدم. ببینید، در یک چهارچوب سلسله مراتبی هستش. برگردیم به عقب. پدر به عنوان مقام مقتدر محترم در رأس هرمه، سیمبال کلین به طور سیمبال، پدر در رأس هرمه، برادر و برادر بزرگتر، کوچکتر و کوچکتر، و بعد هر کدوم از این اعضا پایگاه اجتماعی خودشون رو دارن و از پیش هم تعیین شده. پس بنابراین وقتی قدرت تو این حلقه ها میگرده، هر کدوم از اینها که موقعیت اعمال قدرت داشته باشن، بعد دیگری اعمال قدرت میکنن. به هر حال چارچوب قبیله‌ای هستش. چارچوب قبیله‌ای مسئله خودی و غیر خودی رو که براتون مطرح کردم بر مبنای ارتباطات خونی و قبیله‌ای هستش. این ارتباطات خونی و قبیله‌ای در حقیقت برای اثبات اون چارچوب هستش، وفاداری، اطاعت پذیری و تمکین برای بقای ساختار هستش. متوجه هستین؟ اینا مفاهیم خاص خودش رو و داده‌های خاص خودش رو داره که من دارم خیلی با سرعت ازش می‌گذرم. مسئله زن و اقتدار مردانه بر زن، برگردیم به گذشته، مربوط به ادیان نیست. مردان اون زمان برای حفظ اقتدار و قدرت و انباشت ثروتشون از نیروی تولید جنسی زن بهره برداری میکردن. یعنی نیروی تولید جنسی زن حربه بود برای اقتدار مردانی. برای همین هر مردی که زنان بیشتری داشت، ثروت و اقتدار بیشتری داشت. اصلا مسئله چند همسری از دین نیامد، قبل از ادیان بود، از این اسلام نیامد. و مسئله بکارت، مسئله نمیدونم حجاب، مسئله تمام اینها باز برمیگرده به همون مفاهیم. یعنی اینکه هر قبیله ای تلاش میکرد که برای خودش زنان بیشتری رو کسب بکنه، نیروی تولید بیشتری داشته باشه، انباشت ثروت و قدرت، و این مسئله خودی و غیر خودی بازم برای بست قدرت و در حقیقت بقا و ثبات خودشون بوده. بحث بسیار گسترده ای. اما حالا برگردیم، بیام زمانهای دور رو بگذاریم و بیایم به جامعه خودمون، به ایران و زنان چماقدار که خدمتتون عرض کردم. ببینید، برگردیم به یک تعریف بسیار ساده. ذهن ما در برابر هر پدیده‌ای که باش در ارتباط قرار میگیره، یک معنایی از اون پدیده میسازه. من امروز الان کنار شما نشستم، شما فرزند تهیه کننده این برنامه هستید، همون که در کنارتون صحبت کردم، دارم صحبت میکنم، اونجا که نشسته بودم داشت در رابطه با عکس‌ها، تاریخ و خاطره‌ها صحبت میکرد، یه معنای ذهن من ساخت، حسی به من داد، و اون حس من باعث یک رفتاری میشه که من بیام اینجا مثلا یک بحثی رو باز بکنم. پس بنابراین ذهن ما در بر خود از پدیده ها
معنا و مفهوم خودشو میسازه و اون معنا و مفهوم از هنجارهای جمعی و قالب میسازه. و برای اینکه ما برای اینکه بتونیم سروایو بکنیم، بتونیم که مقبول باشیم، بتونیم که احساس امنیت بکنیم، خواسته یا ناخواسته باید با اون هنجارهای جمعی همگون و همسون بشیم، اگر نه از اون حلقه میفتیم بیرون و احساس انزوا و آیسولیشن میکنیم. پس بنابراین اگر هنجارهای جمعی، همچنین که قبلا اشاره کردم، و معنا و مفهوم زن خوب بودن، زن پاکدامن بودن، زن مؤمن بودن، زن با ایمان بودن، مادر خوب و مهربان بودن، همسر وفادار بودن رو در یک مفاهیم و معانی خاصی دیکته میکنه براتون و این از دوران کودکی در درون ذهن شما در حقیقت جاسازی میشه و الغا میشه به شما، باور شماست. پس این نیستش که من مقصرم یا مقصر نیست. من در حقیقت پروگرام شدم، برنامه ریزی شدم برای فضای حاکم و همونم تولید میکنم و همونم به بچه هم یاد میدم و میاموزم. پس من بر این معناسازی رو نه تنها زنان دارن. من دلم میخواد در این زمینه مجددا اشاره بکنم، در چنبره سنت های مرد محور زن هم، مرد هم به نوعی اسیر هستش، تنها زن نیست. مثلا به مسئله ناموس توجه داشته باشید و این قتل های ناموسی، این کشتار های خانوادگی که از حادترین و سیاه ترین و فجیع ترین نوع خشونت بر علیه زنان و اضافه بکنم و مردان هستش. چند بار شما شنیدید که قتل های ناموسی در رابطه با مردان اتفاق میفته؟ ما بیشتر فراموش میکنیم، همواره میگیم زنان، در صورت که قتل های ناموسی در ارتباط با مردان هم اتفاق میفته. چرا اتفاق میفته؟ برای اینکه این واژه ناموس، مسئله شرف، آبرو، حیثیت، نمیدونم مردانگی، حمیت، تمام اینها حول محور ناموس در حقیقت ارزیابی میشه و واژه ناموس یا مقوله ناموس یک معنا و مفهوم محوری داره. بیشتر باز بکنم این هستش که مردی که فرزن با ناموس هستش، هویت اجتماعی و فردیش مقبول و محترمه و با ناموس بودن این هستش که من بتونم در مناسبات خانوادگیم اون اقتدار جنسی رو بر خواهرم، مادرم و زنان خانواده داشته باشم. به باید دیگه هویت فردی و اجتماعی من و مرد در مناسبات جنسی، در اقتدار جنسی، در مناسبات جنسی زن و خواهران و یا حتی همسایه، دختر بغل، دایی، نمیدونم دختر دایی و دختر عموم اینجا تعریف میشه. یعنی من بدون اون کنترل مناسبات جنسیتی، اون هویت مورد مقبول اجتماعی رو نمیتونم داشته باشم. باز میگم، یعنی بیشتر توضیح بدم. پس من بر این مرد هم در چنبره سنت باید تابع هنجارهای حاکم اجتماعی باشه. پشت کردن و عدم تمکین مرد از اون سنت‌های حاکم او رو هم مغضوب می‌کنه. او رو هم باید یه مجازات‌های سنگین. مثال بهتون بدم، در پاکستان ما نمونه‌هایی داشتیم که خواهری، نه به عنوان ارتباطات نمی‌دونم جنسی و که، خواهری در کوچه و خیابان دیده شده که از مردی ساعت پرسیده یا در حقیقت گفتگوی بسیار ساده داشته. همسایه‌ها محل اطلاع میدن که این در حقیقت شرف و آبروی ما رو برده، با یک مرد ناشناس و نامحرم دیده شده، از برادرش میخوان که اینو بکشه، یعنی از محله پاک بکنن، این لکه ننگ رو بشوره. برادری که ارتباط عمیق و عاطفی با خواهرش داشته دچار دیپرشن میشه و آخر سر برادر راهی رو باز میکنه که خواهرش رو فراری بده. خواهر فرار میکنه ولی مردم محل متوجه میشن که برادر این کار کرده، به قتلش میرسونه، برادر به قتل میرسونه. مسئله خشونت های ناموسی که در حقیقت من فهم میکنم که سانتر تمام این خشونت هاست، سانتر این ارتباطات دینی و مذهبی و سلطه دینی و مذهبی بر جامعه سنت، حتی جمهوری اسلامی اقتدار و بست و قدرت خودش رو در ارتباط با مسئله جنسیتی و ناموسی زن داره در حقیقت استحکام میبخشه. یعنی زن اینجا آلت استفاده ابزاری میکنه برای تحکیم بقای سیاست خودش. حالا بریم تو خانواده کوچکتر، توی حلقه کوچکتر، برادری که مثلا 6 سالشه 7 سالشه، برادر بزرگتر به خواهر تجاوز میکنه، برادر تو خونه به خواهر تجاوز میکنه، منتها توی این دادگاه خانواده مادر رأی بر قتل دخترش میده، میگه اگر اون مقصر نبود برادر نمیتونست بهش تجاوز بکنه. وادار میکنن برادر کوچکتر بره خواهر
برادر کوچیک‌تر با اینکه سنش کوچکتره ولی از اقتدار بیشتری تو این چارچوب قبیله بره خواهرشو با گلوله بکشه.